بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نستعین به رسول الله. اندیشمندان، اساتید، فرهنگیان محترم، مهمانان عزیز، اجازه بدهید نخست به نمایندگی از مرکز فرهنگی اکادمی درخت دانش، روزنامه هشت صبح و نهاد میراث‌های فرهنگی افغانستان در بریتیش کلمبیا تشریف آوری شما را در این نشست که به منظور یادبود از زنده یاد استاد آصف باختری تدبیر شده است خیر مقدم بود. هر شخص مرگ را می چشد. از مرگ گریزی نیست و روز فرا می رسد که هر یک از ما از قطار زندگی در ایستگاهی که برای ما معین شده است پایین می شویم و می رویم. اما رفتن تا رفتن است. نوعیت رفتن ها متفاوت است. کسی میماند در حالی که رفته است، اما کسانی هم که رفتند هم میمانند. با استاد واصف باختری یکی از آنان است که با آزادگی و وارستگی که داشت با آن که رفته است میماند و جاودانه میماند. امروز گرد هم آمدیم تا از استاد باختری بگوییم، از آزادگیش بگوییم، از وارستگیش بگوییم، از شخصیت چند بودیش بگوییم، از خدمتی که به فرهنگ و زبان فارسی انجام داد بگوییم، اشعارش را بخوانیم و یادش را گرامی بداریم. استاد واصف باختری به حق یکی از آن آزادگان است که با افتخار زیست و با سر بلند رفت. او در طول زندگیش با آن همه فراز و نشیب ها، با همه رنج ها و مهنت ها، نه با کانون قدرت پیوست و نه به جیب ثروتمند چند زد. به قول مولانای بزرگ، به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به یوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. و استاد باختری یکی از آنانی بود که هیچگاهی به دام دیو که مولانا از آن یاد کرده است نیفتاد. هیچگاهی نیفتاد. که بسا کسان پر از مدعا را آن دیو در دام خود اسیر کرده بود و اسیر کرده است. امروز استاد واصف باختری از واصف باختری میگوییم، از وارستگیش، از غربت و از عزتش که جگاهی از آن کاسته نداشت. باختری در سفالینه چند و پیشخان بلورین فردا میگوید: گرچه صد مهر به لبهای خموش من توست، آنچه ره در همه جا برده خروش من توست، زان کلافت که خریدار متاع دور شو دور که در فکر فروش من توست، وای اگر قافله سالار به بیراه رود، وای اگر قافله سالار به بیراه رود، با چنین بار امانت که به دوش من است. مولانای بزرگ در رسای سنایی گفته است که گفت کسی خواجه سنایی بمرد، مرگ چونین خواجه نکاری است خورد. کاه نبود او که به باده پرید، آب نبود او که به سرما فسرد، شانه نبود او که به موی شکست، دانه نبود او که زمینش فشرد، گنج زری بود در این خاک دان، گنج زری بود در این خاک دان، کو دو جهان را به جوی می شمرد. و این وارستگی را مادر وجود واصف باختری می‌بینیم و در غربتش با همه آزادگیش. در مورد مرگ از نگاه عرفا در بخش بعدی نکاتی خدمت شما عرض می‌کنم، اما حالا از جناب ناصر هوتکی یاور همیشگی استاد باختری دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و زندگی نامه استاد فقید ما را قرائت بکنن. جناب هوتکی سید. Thank you.
دوستان عزیز و مهمانان گرامی سلام، از تشریف‌آوری شما عزیزان در برنامه گرامی داشت و سرباز باختری بسیار سپاسگزار هستم. سطر چند از زندگی نامه استاد واصف باختری. واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در گذر دربار شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف 10 و 11 را در لیسه حبیبیه خواند و سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. واصف باختری در سال 1345 از رشته زبان و ادبیات دانشگاه کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دیپارتمنت فارسی ریاست تألیف و ترجمه معرف وزارت معرف به کار آغاز کرد. در سال 1353 برای تحصیلات عالی به امریکا رفت و در سال 1355 پس از به دست آوردن گواهی نامه ماستری در رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه کولومبیا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تألیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی 1358 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 باعث ویراستار در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معرف به کارش ادامه داد. از سال 1361 تا 1374 در اتحادیه نویسندگان افغانستان در سمت‌های سردبیر بخش شیر، مدیر مسئول مجله ژوندون و منشی دارالانشای اتحادیه نویسندگان افغانستان کار کرد. او همچنان در طول این سال‌ها در آموزشگاه اتحادیه نویسندگان با جوانان علاقمند و شیفتگان ادبیات آموزش داد. واصف باختری سال‌ها عضو گروه دبیران فربنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان خطک، عضو هیئت رئیسی اتحادیه ژورنالیستان بود. عصر عرس مولانا جلال الدین محمد و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو به ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان او نوشته است و آیین نامه بس و از کانون‌های فرهنگی و وسیله او نگارش یافتند. واصف باختری به زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط داشت. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوانی را به فارسی برگردان کرده و نیز شماری از شعرها و داستان‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبان‌های انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده‌اند. از واصف باختری که فعالیت ادبیش را در 11 سالگی با سرودن غزل در روزنامه بیدار شهر مزار شریف آغاز کرد، بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک، اوزان پیشنهادی نیما، شعر آزاد و شعر سپید و مقالات و پژوهش‌های گسترده ادبی و فلسفی و ترجمه مقالات ادبی و فلسفی چاپ شده است. کتاب‌های واصف باختری: و آفتاب نمی‌دید، مجموعه شعر، از میعاد تا هرگز، مجموعه شعر، اسطوره بزرگ شهادت، ترجمه شعر، از این آینه بشکسته تاریخ، مجموعه شعر، مایی و مایی طلایی، ترجمه شعر از الکساندر پوشکین، نردبان آسمان، مجموعه 8 مقاله در باب اندیشه مولانا جلال الدین محمد، سرود و سخن در ترازوی، پژوهش‌های گسترده در باب اوزان فارسی و تازی و ضمناً تحشیه و تحلیل بر رساله رشید و وقبات در باب اوزان فارسی و تازی، دیباجه در فرجام، مجموعه شعر، تا شهر پنزلی آزادی، مجموعه شعر، در استوای فصل شکستن، مجموعه شعر، گزارش عقل سرخ، درنگ‌ها و پیرنگ‌ها، بازگشت و الفبا، در وزش‌های ثانیه‌های در وزش‌های ثانیه‌های شرقی، همه 4 کتاب پژوهش‌های ادبی و فلسفی، دروازه‌های بسته تقویم، گزیده یا گزینه از شعرهای چاپ شده استاد باختری، در غیاب تاریخ که در برگیرنده 3 بخش است،
یک مصاحبه در مجله شیر در ایران، یک سخنرانی به نام سرشت شیر و فراز و فرود شیر معاصر در پانتون کابل و یک بخش دیگر بر نردبان ثانیه ها که ترجمه 20 چند شیر است. مویه های اسفندیار گم شده، مجموعه شیر، بیان نامه وارثان زمین، منظومه معروف طنز و آبهای شیر جهان آلوده نیستند که هم ترجمه شیر است. قابل یاد کرده است که این فهرست در برگزیده همه سخنرانی ها و همه مقاله های استاد باختری که مقاله های رادیویشان و سخنرانی های رادیویشان هنوز در برگیرنده این بخش نیست. بیشتر آثار چاپ شده منظوم و منصور استاد باختری در یک مجموعه 3 جلدی به چاپ شده رسیده. بخش اول سفالینه چند در پیشخان بلورین فرداست که در برگیرنده 5 بخش شعر است. در اوزان کلاسیک، اوزان نیمایی، شعر آزاد، ترجمه شعر و طنز. بخش دوم کتاب دوم آشیه های گریگانت متن است که در برگیرنده پژوهش های ادبی، مصاحبه ها، سخنرانی ها و مقاله ها در مورد شخصیت های ادبی و فرهنگی افغانستان و مقدمه ها بر کتاب ها و شاعرش بر کتاب های دیگر شاعران و نویسندگان. و کتاب سوم سی مرغی که سیمرغ نشدن در برگیرنده تمام مقاله های فلسفی و ترجمه مقاله های فلسفی استاد باختری است. واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان دستر می برد و از سال 1380 تا وقتی که درگذشتن در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کردن. استاد واصف باختری پس از 81 سال عمر پربار و پس از تحمل چند سال بیماری جانفرسا در نخستین ساعت روز 20 جولای در لاس آنجلس امریکا چشم از جهان فرو بست و به جاودانگان پیوست و ما را به صبح نشاند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تا همیشه، تا هرگاه. پایان سطح چند از زندگی استاد واصف باختری را با غزلی از دو به پایان می‌رسانم. پاسخی از عزلت. یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم. با داس هوس خار درودیم و گذشتیم. تا چشم اجل را دو سه دم خواب رباید. افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم. چون صاعقه بر دفتر فرسوده هستی نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی؟ ماییم که راه تو گشودیم و گذشتیم. دیباجه امید و فرجام نپیوست یک ساعت بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است وان را که صدا بود ستون اینو گذاشتیم. تشکر. متشکر فراوان از جناب استاد کوتکی گرامی. یک بار دیگر تشریف آوری همه میهمانان عزیز و بزرگواران خیر مقدم میگم به محصل امروز. بخصوص من شخصیت های امروز در نشست امروز میبینم که به تازگی تشریف آوردن و از جای بسیار دور امروز قلم رنجا کردن و در نشست ما شرکت کردن. یک جهان تشکر و صبح بازم خوش آمدیم. مرگ همیشه یک پدیده مورد بحث بوده. من نمیخوام وارد سوالش ندارم که واقعا وارد این بحث به صورت عمیق شوم، بخصوص با حضور دانشمندان و اساتید بسیار محترمی که حضور دارن نیجه، اما به صورت بسیار کوتاه چیزی که ما مختمی است که سه نوع مرگ و رفا به اصطلاح مرگ تقسیم میکنن به سه نوع، یکی استمراری، یکی هم اختیاری و یکی هم اضطراری. استمراری همی است که هر نفسی که ما گویا به خاطر زنده بودن میکشیم در حقیقت ما را به مرگ نزدیک کرده میره و ما دال مرگ تدریجی هستیم، یعنی هر لحظه ما میمونیم از بعد به تولد، از نخستین جرقه حیاتی که در وجود ما در جنین وقتی که هستیم و شکلش میگیره در حقیقت مرگ باز اون وقت آغاز میشه. مرگ اختیاری رم رفا مرگ و رفا میده و او مرگی است که عارف به اختیار خودش میمیره، یعنی از دنیا علای خدا میکنه و این شدتش در افراد مختلف است. یکی کاملا گوشه نشینی میکنه و یکی
از ثروت و مال و منال دنیا چشم میپوشد، از حرص و آز چشم میپوشد، از قدرت چشم میپوشد، از خودخواهی ها و از منیت ها و از منی چشم میپوشد. و این مرگ اختیاری است و هر کس نمیتونه به این مقام نائل شود. و مرگ استرابی است که مطابق هایی که بیشتر ترجمهش خدمت شما خواندم که هر کسی او رو میچشه و اون وقت معینش میره. سنایی میفرماید که بیمیرای حکیم از چنین زندگانی، از این زندگانی چون مردی بمانی، از این زندگانی زندگانی نخیزد که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. بوده یسته که اصل گرگا است متاسفانه. از جناب استاد محق اندیشمند ناماشنا و دانشمند عزیز ما دعوت میکنم با عنوان سخنران از تشریف بیارن و سخنران خود باز بکنم. جناب استاد محق. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک اساتید گرامی، مهمانان عزیز و دوستان فرهیخته ای که در این بزرگداشت کنار همدیگر جمع شدیم. به یاد بوده شخصیت بزرگ، یک انسان فرزانه و یکی از افتخارات سرزمین ما و از افتخارات مدنیت ما. در آغاز از بارگاه یادیدهای روح بزرگ آن مرد، آن مرد نازنین و آن گنجینه بزرگ از رفته با وداع گفتیم، آرامش جاودانی آرزو میکنیم و نام ایشان و یاد ایشان را آرزو میکنیم در برگ برگ صفحات تاریخ ما درخشان بماند برای همیشه. در ارتباط با جناب استاد دختری گفتنی که فراوان است و شما در این روزها فراوان خواندیم، شنیدیم و هنوز جای گفتنی های بیشتر هم وجود دارد. در دقایق اندکی که در خدمت شما هستم میخواستم به یکی از زوایای مربوط به شخصیت و کارنامه یک استاد بزرگ اشارات داشته باشم. فکر میکنم در جامعه ما پرداختن به او تا حد ضرور است و او قضیه پویایی، قضیه متحرک بودن و بارنده بودن از لحاظ فکر، از لحاظ معرفت، از لحاظ بینش و افق‌های بزرگی که به او رسیده بود. چرا پرداختن به این نکته اهمیت دارد؟ خاطر این که در سرزمین ما بعضی کلیشه ها جا افتاده، بعضی کلیشه های رواج یافته و آن این که در باره انسان ها زود قضاوت میکنیم و متاسفانه فرهنگ قضاوت کردن یکی از عیوب و آفات است که در سرزمین ما و در فرهنگ ما هنوز هست و به زودی هم نخواهد رخت بربندد. یکی از قضاوت‌ها که در مورد افراد می‌شود این است که اینها چه گذشته‌ای داشتند، چه مسیری پیمودند و هر کس به ظن خود گفته‌ی مولانا یا به پندار خود یا به میل و رغبت خود به خود حق می‌ده که در باره انسان‌های دیگر به داوری بنشیند. حالا که اگر حالا از منظر دینی به دین اسلامی رو بپردازیم، عبارتی که ما و شما شنیدیم که نماد خداوند در قرآن و احکم الحاکمین، داور داوران تنها اوست و هر کسی که به خود حق داوری کردن در باره انسان های دیگر میدهد واقع به خود مقام خدایی قائل میشه و خود در جایگاه قرار میگیرد. گویا او این صلاحیت و شایستگی دارد که در باره باطن انسان ها، در باره روان انسان ها، در باره دانش انسان ها، در باره منش انسان ها، در باره اخلاق انسان ها، در باره شخصیت انسان ها او وزن کننده باشه و او تصمیم گیرنده باشه و او داوری کننده باشه و این بسیار خطرناک است در اخلاق. اما یکی از زوایای داوری کردن در مورد انسان ها این است که فلان کس
بر فلان را ثبات داشت یا نداشت. اگر نداشت برید از راه که انتخاب کرده بود، از مسیری پیش گرفته بود، از ادعایی که یک وقت سر داریم، از شعاری که بالا کرده بود، چرا تا آخر چنین راهی را نرفت. آگاهی در ستایش بعض انسان ها گفتند که فلانی از آغاز تا انتها بر یک راه بود و هیچ تغییری نیامد و هیچ سستی گویا در عهد و پیمان خود روز نداد. این نکته آمیزه از حق و باطل است. و تعبیر که از حضرت علی روایت شده گفت کلمت حق یراد به الباطل. سخن حق گفته میشه اما به شکل باطل استفاده میشه. ثبات خوب است، در جای خود خوب است. تغییر و تحول خوب است، در جای خود خوب است. و نکته ظریف این است که ما معیارها و سنجه‌های دقیق و درستی داشته باشیم برای که در کجا باید ثبات را خرج داد و از کجا باید رو به تحول آورد. هر گونه ثبات درست نیست و هر گونه تحول هم درست نیست. بعض ثبات‌ها ثبات نیست، تحجر است، سنگوارگی است، انجماد است، فرو خفتن است، منجمد شدن است و از کار افتادن است. بعض تحول‌ها به معنای سست پیمانی نیست، به معنای بریدن نیست، به معنای حرکت است، به معنای به پیش رفتن و به پیش تاختن است، به معنای کشف افق‌های تازه است، به معنای فتح سرزمین‌ها و قلمروهای جدید در عرصه دانش و بینش و اندیشه و افکار بلند است. باید میان این دو تفکیک کرد. کسی در یک دوره از زندگی خود به یک حزب بود. یه حزب مهم نیست که چپ بوده یا راست بوده، اسلام‌گرا بوده یا فرانگرا بوده. در مرحله از زندگی از این بند رها شد، از این زنجیر، چیزی که او در دست و پای خود زنجیر احساس کرده، خواسته آزاد شد. ما باید به تجلیل بنشینیم وقتی انسان به این آزادی و به این رهایی میرسه و در واقع میآید آزادگی خود را اعلان میکنه که من دیگر برده و بنده هیچ ایدولوژی نیستم، من دیگر اسیر کس نیستم، من خودم یک انسان آزاد هستم، آزاد فکر میکنم و آزاد هم تصمیم میگیرم و آزاد انتخاب میکنم و آزاد را هم میخوام زندگی کنم و تا پایان هم به پیش برم. چنین کسی با چنین شهامت ستودنی است. این به معنای بی‌ثباتی نیست. او ثباتی که گفتند در عرصه ارزش‌های اخلاقی است. هر انسان بزرگی در برای خود ارزش‌های تعریف کرده. انسانی که نمی‌خواد خیانت کنه، انسانی که نمی‌خواد جنایت کنه، انسانی که نمی‌خواد در خون انسان‌های دیگر و ریختن خون انسان‌ها سهم بگیره، انسانی که نمی‌خواد در شکنجه دیگران سهم داشته باشه، در زندان انداختن دیگران سهم داشته باشه، در ویران کردن خانه و زندگی دیگران سهم داشته باشه، این یک انسان متعهد، انسان با ثبات است و از چنین ثباتی باید تمجید کرد، از این ثبات باید تجلیل کرد. اما اگر کسی در راه غلطی بر یک شعار پوچی، بر یک کلیشه بی‌معنای استاد و تا پایان جان، تا پایان زندگی خاص دامنه قابل ستایش نیست، یک انسان مرده است، یک انسان متحجر است و دفن شده در داخل یک تابوتی که به دست خود ساخته یا تابوتی که دیگران برای او ساختند به نام ایدئولوژی کمونیسم و ایدئولوژی اخوانیسم و ایدئولوژی اسلامیسم و هر ایدئولوژی دیگر و تنها ایدئولوژی ها هم نیست. چارچوب ها و صندوق ها و تابوت های بسته فراوان است که دست و پای ما و شما رو میبنده. قومیت میتونه باشه، تبار میتونه باشه، شعار های پوچ فراوان هست که موقع زندگی بسیار از ما به تبار کشیده. از این حیث استاد واصف باختری یک نمونه است، کسی که چندین ایستگاه بزرگ در زندگی پیموده، ایستگاهی که بعضی از انسان‌های یکی از اینها را موفق نمی‌شد طی کنند. انسانی که در مسیر عرفان و آشنایی با عرفان اسلامی گام زده، انسانی که با سنت دینی خود به شکل سنتی آشنا شده، بعدا با اندیشه‌های مدرن آشنا شده، بعدا پا گذاشته و قلمروهای شعر و ادب و داستان با ادبیات در پهنه جهانی او آشنا شده، با افکار متفکران بزرگ مثل هایدگر، مثل سارتر، مثل کانت و بسیار دیگر، ارسطو و افلاطون، فلاسفه قدیم و عرفای معاشما و فلاسفه مثل ابن سینا و مثل ابن عربی و مثل سهروردی و انسانهایی که هر کدام اینها قله های کوه های با عظمت اندیشه و عرفان و فلسفه در تاریخ ما هستند. و چنین انسانهایی همنشین شدن و همدم شدن و با دنیای اونها انس پیدا کردن و همگام با همرکاب با اینها و پیش تاختن کار آسان نیست و در هیچ جا هم نایستادن.
وابسته هیچ کدام نشدن، شیفته بیش از حد هیچ یک از اینها نشدن، مرید بیمعنای هیچ یک از اینها نشدن، اما هم رکاب شدن، هم کرام شدن، هم انس گرفتن با نفحات که از دنیای اندیشگی چنین بزرگان آمده کار ساده ای نیست. از این لحاظ ما شمار اندکی داریم در افغانستان خود انسان‌هایی که تمام این مسیرها سپری کرده باشند، پشت سر گذاشته باشند و تا آخر هم به پیش رفته باشند. نکته ای که در مورد استاد واصف باختری بودم بسیار الهام بخش بود و بسیار ارزشمند است، این که از جزم ها و از دوگم ها بریده بود، از داوری های خشک و جزم اندیشانه، از چه به مسیر تکامل رفت، از این که قطعی و جزم اندیشانه بتازه و بکوبه و در سر اینهان بسیار از این مسائل دور شده بود. یک مرحله هست از اون تعبیر های مختلف میکنند. در عصر جدید بعضی اگنوستیزم مثلا میکنند، بعضی لاعدریگری میکنند. نام مهم نیست. ما در عرفان اسلامی یک تعبیر داریم که من میپسندم اون رو بکار ببرم. شیخ فریدالدین عطار وقتی مقام های معنوی دستبندی میکنه از هفت مقام انسان در تکامل به سوی معنویت و حقیقت مطلق میشه سر میگذاره، مقام ششم مقام حیرت، مقام تحیر. و اگر ما در شعر بزرگان خود از بیدل شروع تا مولانا تا حافظ و تا بقیه جستجو کنیم، میبینیم چقدر اینها به واژه حیرت یا تحیر اشاره کرده. و از این لحاظ است که خیلی از عرفا گفتن وقتی انسان به مرحله از حیرت و تحیر میرسه، به معنای سرگشتگی، به معنای منفی کلمه نیست، به معنای مواجه شدن با یک حقیقت کلان است که از استیاب به عربی میگن، از اینکه اون بتونی در خود هضم کنی، احساس و عجز میکنی، از اینکه ادراک خود به آگاهی انسانی خود این اعتماد داشته باشه که تمام حقیقت مطلق با تمام زوایا و ابعاد و لایه‌های اون شناخته و کشف کرده و اون در عباده خود گرفته، از این احساس و عجز میکنی، حیران میمانی. این مرحله معنوی است. بسیار از عرفای ما در مراحل میرسیدن اینجا. ابن عربی از جمله کسانی است که مقام حیدت و ستوده و در رابطه با اینکه چگونه انسان دچار حیدت می شود، چرا دچار حیدت می شود، مقام میرسه میگن در اثر مواجهه اوریان با حقیقت مطلق. ما یک حقیقت متعالی داریم، absolute truth به انگلیسی، حقیقت مطلق با تجلیات غیر مطلق یا متقید و فرق دارد. معمولا ما انسان ها در درجات مختلف، چه یک فیلسوفیم، چه یک شاعریم، چه حتی پیامبران، این به تعبیر فلاسفه اسلامی میگن، از کنم تعبیر عرفای پیامبران ما، وقتی که با خدا مواجه میشن یا با امر قدسی مواجه میشن یا با یک حقیقت متعالی بزرگ مواجه میشن، با یکی از تجلیات مواجه میشن، نه با اصل حقیقت مطلق، با یکی از تجلیات بی پایان. این تجلیات برای بعضی تجلیات جمالی است به تعبیر برای بعضی تجلیات جلالی است. تجلیات جلالی انسان فرو میشکنه، انسان در مقابل او خرد میشه، احساس میکنه کوچک است. تجربه های ساده ای ما و شما داریم، اگر وقت میریم به کوهستان میریم در یک دره بسیار پیچیده در یک یاد برابر پهناوری و وسعت یک دریای بی پایان قرار میگیریم، خود بسیار کوچک احساس میکنیم. تجربه فیزیکی قضیه است. اما انسان های معنوی به لحاظ معنا به همین حالت میرسند، یک با شکوه هستی میبینند. به تعبیر های دیگر وقتی که در مقابل شکوه بزرگ هستی قرار میگیرند، خود کوچک، خود گم احساس میکنند، محو میشوند، دیگر سخن برای گفتن ندارند، از اون تجربه خود تا تعبیر کردن نمیتونند. و همین لحظه ای که انسان احساس و عجز و ناتوانی میکنه، از گفتن او تجربه، از دسکرایب یا به تصویر کشیدن و توصیف او، یعنی اون لحظه حیرت است که لحظه عارفانه است، لحظه است که انسان به نوع است کامل در واقع میرسه. وگرنه ما به تعبیری که بازم اشاره میکنم، مارتین هایدگر یک تعبیر جالب داره، میگه ما همیشه با موجودها سر و کار داریم و ارتباط ذهنی ما، آگاهی ما با موجودهای مختلف یا پدیده های وجود باعث شده که ما اصل وجود را فراموش کنیم. ما با هستنده ها سر و کار داریم، اما هستی مطلق از یاد ما میرود. گاهی وقتا برای همیشه ما به دور میمانیم، به دور میفتیم از مواجه شدن با اصل هستی. یک انسان بزرگ میخواهی او یک عارف مذهبی باشه، میخواهی یک عارف مدرن باشه، فرق نمیکنه. نظر من
هم استاد باختری، هم انسان‌های بزرگ دیگر که ما داشتن در عصر کنونی، اینها با گونه‌های مختلفی از عرفان سر و کار داشتن و این تجربه می‌کردن. و اگر بخوایم بازم به زبان عرفان اسلامی توصیف کنم، وضعیت یک نکته جالب دارن عرفا. اونها میگن که اسمای الهی، البته ما و شما 99 نام داریم در عرفان اسلامی، بعضی روایات آمده که 99 فقط اگزمپل مثال است از توصیف کردن او حقیقت مطلق. و اگر نه تا روایت از ابن عباس آمده وقتی به او گفتن میگن خدا 99 نام داره، و من فکر میکنم 999 اگر بگیم خیلی درستر باشه نسبت به اینکه بگیم 99، یعنی بی پایان است تجلیات او. اما در بین 99 دو تا نام است که در سوره 8 و چند سوره دیگه قرآن آمده که آمده که از ظاهر و باطن، خدا هم ظاهر است هم باطن است. و عرفای ما سر همین دو حالتی که متضاد است، حالت جمع نقیزین است گویا. چگونه دو ضد در وجود یک شی جمع میشه، هم ظاهر مطلق باشه، یعنی بی حد نمایان باشه، به حد نمایان باشه که به هیچ صورت نشه بر روی او پرده کشید، نشه او را پنهان کرد، یعنی حقیقت خودت بیرون بذاره از هر راهی که بخوای پنهان کنی، باز هم از در و دیوار و از پنجره و از روزنه نور او بشه که بیرون بشه تا این یکی از جلوه های اوست که ظاهر بوده است. اما در این زمان باطن مطلق باشه و گونه ای که هر چی رو جستجو کنی نیابی، هر چی میخوای رد پای از او پیدا کنی و او دست پیدا نمیکنی. و این حالت رو به تعبیر بعضی از متکلمین مسیحی حالت الهیات غیبت میگن. گاهی وقت هست که او حقیقت مطلق یا امر قدسی از پیش انسان غایب میشه. یک انسان به شدت تشنه است، به شدت شیفته است، به شدت میخواهی که به طرف او بره، حقیقت کشف کنی، هر چی یک قدم میورد میداره او چند قدم از او دورتر میشه. در حالی که در احادیثی که ما در کتابهای سیاه سته داریم از پیغمبر اسلام نقل میکنند که خدا گفت اگر یک قدم به طرف ما بیایی، انسان میگه من یک متر به طرف تو میام، اگر تو یک متر به طرف ما بیایی من یک میدانی به طرف تو خیز میزنم. گاهی وضعیتی رقم است، یک حرکت از طرف بنده چند حرکت از طرف خدا. گاهی عکس قضیه است، یک حرکت بنده به طرف خدا میکنه و 7 قدم پس میخزد و 7 قدم این پیش میره و 70 قدم از دور میشه. این همون حالت است که انسان را دچار حیرت میکنه. عجب مگر قرار نبود که ما به عنوان یک شیفته، یک عاشق، یک شیدا، یک واله، یک دیوانه مجنونوار به طرف تو میرم، تو را پیدا کنم و تو قدم به قدم و ثانیه به ثانیه از ما دور میشه. چرا؟ این در الهیات مسیحی به شکل بهتر البته توصیف شده، در الهیات اسلامی همون زیر عنوان حیرت و اینها توصیف شده. در مورد یکی از متعلقان شخصیت های مسیحی امروز شاید شنیده باشین، مادر تریزا که زن بارسته ای بود و قدیسه ای بود و شخصیت بزرگی بود، او یک مجموعه از نامه ها داره که شکل اعترافات یک کشیش نوشته و در اونجا همین رنج خود رو میگه که من سالهاست میخوام خدا رو پیدا کنم، هر چه به طرف او میرم او از ما بیشتر گویا فرار میکنه. بعد او کشیش یا او متکلم او توضیح میده که این حالت است که میخواد تو بیشتر طرف خود کش کنه، همون چیزی که الهیات غیبت میگه. گاهی از روی مهر است، گاهی از روی ناز است و تقدیر بیدل یا حالت ناز کردن نگه. تو نیاز نشان میدی و او ناز میکنه و تو پیش میری و او خود پس میکشه. اینجا چی است؟ همون اسم باطن الهی در واقع متجلی میشه. انسان با او امر باطن وقتی که گروه میشه هر چون جستجو میکنه و کمتر به دست میاره در نتیجه دوچار حیرت میشه. نمیخوایم صحبت بیشتر از طولانی کنم. به نظر من سکوتی که استاد و باختری در سالهای اخیر عمر انتخاب کرده بود، کم سخن گفتن، کم ادعا کردن، موضع گیری نداشتن در بسیاری از مسائل، اینها حالات عارفانه است. به سراغ بسیار از انسان ها نمی آید اما بعض از فرزانگان به او دست پیدا می کنند. من فکر می کنم که نیاز است این نکات در جامعه ما بیشتر شکافته شود و تمجید شود. ما به چنین الگوهای ضرورت داریم. افراد و راج، افراد پرگو، افراد زیادگوی امروز کم نداریم در گوشه و کنار به طریق محافظمان شده، اما افرادی که به طرف سکوت برود و ارزش سکوت بفهمند و به گفته بایزید احساس کنند که هیچ چیزی روشنتر از خاموشی نیست، هیچ چیزی گویاتر از سکوت نیست، این انسانهای فرسانه زمانه ما هستند که کم داریم. امیدوار خداوند نمونهای این را در ایمان ما افزایش ببخشه. با عرض سپاس مجدد از حضور شما، سلام علیکم. با سپاس فراوان از جناب استاد مهدی، بیا نشیمن شهباز را
به گریه نشونیم، ستیق و صخره درواز را به گریه نشونیم. لباس سوق بپوشیم چون بنفشه در این باغ، نوالهای سرفراز را به گریه نشینیم. سرود سکوت سرد سرانجام را مدیحه مباد، سرود سبز سرآغاز را به گریه نشینیم. گروه چلچله ها جز گریز چاره چه دارد، عقاب های فلکتاز را به گریه نشینیم. به روز بدرقه لحظه های سرخ شهادت، یلان حادثه پرداز را به گریه نشینیم. ایا پرند از این بالهای بسته چه خواهی، بیا حماسه پرواز را به گریه نشینیم. در این ضیافت خونین چوبر نخواست صدای، در این ضیافت خونین چوبر نخواست صدای شکست شیشه آواز را به گریه نشینیم. بخش آمدید به دوستای بزرگوار که تازه تشریف آوردن از جناب استاد مسعود، شخصیت والای اکادمی که ما دعوت میکنیم تشریف بیارن و سخنان خود را بازی کنند. جناب استاد مسعود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گرچه بسیاری من میگن که اللهم صل علی محمد نگو، ولی من میگم از اینکه من سید هستم بجد خود میگم. شما میتونید بجد تن چیز بگویید، مثلا بگوی اللهم صل علی عبدالقدوس. امروز در یک گردمایی آمدیم که مشکل است که آدم بحث را انجام بده و حرفهایی را بگوید. خوب حرفای تیوریکی آدم میتونه که زیاد ترش کنه و حرفای خود بزنه، ولی به این شخصیت مشکل است که حرف بزنه با وجودی که حضرت بازماندی بسیار بزرگشان استاد منیژن تشریف آوردن و بیشتر دیدمشان و بسیار خوشحال گفتم که موقع جگرخونم نیستم که حضرتشون رفتن، تو هستید جایش. انشاءالله که گام ها پیش میره و ما هم یالا یالا با گام ها میاییم. چیز بسیار مونده برای من این بود که همیشه فکر میکردم که از جمله کسایی که نام استاد بالای خود مانده از باختری کاملا موجه است. دیگران به شوق ماندن نام خدا استاد، کسی به جبر مانده مثل من ولی چه سال استاد مجبور من استاد بگیده ولی که کار دیگه نکردیم. بعضی کسا بر خاطر اگه که اترام ایجاد کنن نام خدا ماندن استاد، استاد فلانی، استاد فلانی، قماندان ها بسیار کچون استاد هستن، ولی اونها رو استاد نگه قانوانش میده، ولی استاد مردم برش دارن، حتی مردم نگه که بزرگا برش دارن. تمامی نویسنده ها و شعرهای بسیار بزرگه که در حوزه شعر و نویسندگی کار میکنن ولی هیچ گاه فاکولتی ادبیات و ژورنالیسم نخواندن شاگرد جنابشان است. از قهار واسی بزرگ گرفته تا صبور ساسنگ، تا مرتبه نادری که بیولوژی خواند، صبور سیاسنگ طب خواند، حامد سمیع حامد طب خواند، خواهر راسی زراعت خواند. هم از اینا خوب یا خراب نه در شاگردی جناب استاد هستن. من یک کاری از جناب محق سبا میگم که عبدتا باختری یک چیز باشد، ثبات در اندیشه هم که باید نمای فراموش کنیم. برای از این من باختری میشناسم و از همین خاطر ما باختری مولای خود میگیم. اگر ما میفهمیدم که باختری یک قدم از او حرکات ایدئولوژیکی خودش و نیروی آزادی بخش خودش که ما را آزادی یاد میداد بیرون بره، پرویش نمیکردم. حالا من یکی از ظریف های کلان باختری بودم. باختری استقلال در پهلوی آزادی حرکت داد. باختری استقلال داشت ولی آزادی به وجود آورد، آزادی اندیشه، آزادی تعریف هستی از دید خودش. توجه کنید، از این لحاظ فکر میکنم که در صورتی که اگر ما از باختری حرف میزنیم، باختری تا زنده بود یک موره، یک سالار کاروان ادبیات شعر پارسی به حرکت میکرد. وقتی فوت شد و از میان ما رفت، باختری جز زمان است. موقعی که شما از فارسی حرف میزنید دیگه باختری یادتان میاد.
باید باختری بگوید. ماننده که رئی مایری میگه. ماننده که شما نیمای یوشیش میگن، علی اسفندیاری. ماننده که شما از کاروی بزرگ گپ میزنید. ما دیگه باختری جز زمان شده دیگه. جز زمان هم بده. دیگه نمیشه بدون باختری شما زبان پارسی حرف بزنید. این یکی از حرفهای کلان است که باختری ایجاد کرده بر خودش و بر ما، یعنی میراثش چنین چیزی بوده. دیگر ما در قلمرو فارسی تنها از یک کشور دیگه نگفته نمیتونیم که مورهای بزرگ چون فلان 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 داشتن. ما نمیتونیم تنها سپهری رو بگویم که از ایران هستن، کارو از ایران هست، مرزاده عشقی بوید ایرانی هست، رایی مایری بوید ایرانی هست. حالا ما میتونیم بگویم که باختری جز امو پایه های اساسی شعر فارسی است. یک چیز دیگه که من بسیار جالب برام بود که من اون وقت که حضرتشان امروشان گپ میزدم، تعصب در میان هیچ وجود نداشت. باختری خودش به من گفت که بادبان سلیمان لایق خوبترین اثر از این و غنیمت از به زبان فارسی. بادبان سلیمان لایق. متوجه هستید؟ کسی بود به نام شهرت نهبیاد در این مکویان شهید شد. امرای پای قهار و سیاد جوه سنان توید بدتر. این ننگیار ده ها بار با من گفت پرچمی کلان بود. از این پرچم دارو بود. می گفت که ای کاش این باختری پرچمی می بود. متوجه بودن با حد بالا می خواست که به خودش باختری جذب بکنه. از این موقعی که ما باختری رو می گیم دیگه تنها فارسی شد بس نمی کنیم. تنها شعرش رو نمی گیم. ما روی اندیشه می گیم. وقتی شما چیگوارا را گپ میزنید دیگه چیگوارا را تناس حرفای گپ نمیزنید دیگه چیگوارا حرکت آزاری خواهیش بس میکنه. این از این لازم میگم که هنوز ما کار خرد را انجام دادیم، باختری کار خرد انجام دادن، کار کلان به دست ماست. کاوش اندیشه باختری و الگوسازی از او منیسی یک حرکت، منیسی یک اندیشه، منیسی یک تعریف های مشخصی از هستی. باختری تا فوت شد، بعد دیالکتیک علاقه منی داشته. تا که فوت شد. دوستای بسیار نزدیکش با من رابطه دارن. تیز آنتی تیز و سنتیز هیچ فراموشش نشد. تعریف دنیا از دید باختری کاملا مغایر است با دید چیزهای دیگر. ولی یک چیز وجود داره که هیچگاه تأثیر در مقابل هیچ کس ولو که از لحاظ تعریف هستی با تعداد آدم های دیگر کاملا مخالف بود همکاری میکرد. من از خاطر چی بگم هم یه روز در تلفن جناب استاد رو گفتم. من از پوانتون اخراج کردم. یک مقاله نشده در پوانتون گاو شیری شد. برد زندانی کردم در وقت استاد رمانی سال 1373. بچه هایی که کم کم بچه ها که میگم این رقم مواره همین اگر بود که پایین تر بودیم بایی مشتقایی که همین بچه ها کمی مظاهره با ما 30 نفر زندانی شدیم. ما باختری نمیشناختم. باختری من وقتی خلاص شدم به جوان نویسندگان خواست همون خطشان با امضایشان پیش من با امضای 30 نویسنده که وز انجمن بودن نوشته کردن که این به نمی زبان نوشته کردن که وقت ما پوانمل بودن نه ایو اولی که رو بیر کار نمیخوام من بخت مرمل بود میگم باز نشته کردن که این آدم دوباره باید جذب شود دوباره باید جذب شود خودشان امضا کردن پایش نیلا بلیمی و استاد دیگه امضا کردن من رو نمیشناختم دست من گرفت تا مکروین سی امرای میاد جا پیاده آمد و دو بر من گفت که قلمت رسو زبان گویا دست در دستش من یقینی بود گفتم که استاد گفتم که من یک جمله همیشه نشان میکنم که سلام من را وسیله شوید. این جمله باختری است که من گرفتم و من قبول میکنم که این جمله رو گرفتن از پیشش. حالا بعضی چیزهای ادبی که من نشان میکنم در حقیقت اونم حرف باختری است. باختری خودش من گفت که چیزی که میری نو است بسیار مخالفت در مقابلش ایجاد میشه ولی چیزی بسیار خوب است. مانند را که غزل نیمایی از وزن میگروزی با قافیه
باور میشی و بلکه یک نوع ازدواج معقول میتی شعر آزاده با کلاسیک نوع احساس، نوع پرواز میکنی. پرواز شاید ما کمتر کنیم، شاید شاملو بهترین پرواز کرده باشه، شاید خود نیما پرواز کنان، ولی باختری در اوجا، در قله بلند فارسی کار میدن. از این لحاظ یه دفعه که دیگه که میخواییم باز که زیاد نشه، و بسیار آدم های خوشنام دیدیم که وقت مرده برنام شدن، و بسیار آدم های برنام دیدیم که مرده خوشنام شدن. از همین لحاظ میگیم کلا در افغانستان هیچ خوشنامی و هیچ مرده بدنام مرده و هیچ خوشنام زنده وجود ندارد. ولی باختری شاید از جمله نادرا باشه که هم در زندگی و هم بعد از مرگش خوشنام است. باید چنین میتون به کل ای حتی به دوستایی که در من بسیار رابطه امروی افغانتی ها میام دارم همین دوستایی که میرونم یعنی اما اونا هم هیچ گاه ایبولای رفیق خیشای ماست. اونمو یک بار هم با یک لحجه کمی تمین آمیزم از نام باختری یاد نمیکرد غیر استاد باختری صاحب میبود. اونمو آدم با وجود کلی میفهمد چی کار است حتی آدم های دیگیش. از این لحاظ خوشا به حال ما، حال خوشا به حال استاد منیجه نه، خوشا به حال ما که چنین بزرگ را داشتیم. باختری یک فامیل داره، باختری پارسی زبانان، یک فامیل پارسی زبان است. همه ما در قدر فامیل باختری حرکت میکنیم، پا با پای حرکت میکنیم، ولی هیچ جا شده نمیتونه که وقتی ما بگیم ما با پای پای باختری حرکت میکنیم پیش نمیشیم. اگه تو شبه خوهل به سفر تقرب میکنن، باید استاد شاگرد استاد بلند برده برای زمان برش اجازه میده. روزایی که باختری رو استادات یاد دادن او استادایش باید شاگردی جناب باختری رو کنن وقتی که فوت میشدن. لودین صاحب به وقت بحث میکرد در کانتینتال نام ما رو گرفت. من فکرم که یادم باز بکنم گفت دادم قابل من همین گفت ازد که من وقتی یه پیشمه میشش آن پیش از این میشینم میخواییم چیزایی رو بشنوم. این زمان از دیگر زمان حرکت میکنن ولی اندیشه باختری نمیمارن. ما یک سبرت بگوییم او اندیشه هر حرکت کنن بدون اندیشه نمیشه، هر حرکت کنن بدون اندیشه نمیشه. اندیشه های مزبزب از یک جای به جای دیگه زدن و تعداد آدم ها را یک بار فریفتن و بعد باز فریفتن و باز فریفتن و به خصوص در افغانستان که سطح شعور به حد پایین است که میشه که حتی ثبات از پیش بگیری در خط ما میگم که حرف بعدی است. خوشا به حال باختری که اندیشه از جوانی خود تا آخر داشت. من دوستایش همیجا میشناسم امروز نامدن همیجا هستن دوستایشان که امروز شاید البته دور بودن نامدن. اونا همیال سرسفید هستن حدود 80 سال 75 سال هستن با اینمی حرکت میکنن دیگر. باختری چرا باختری میگم ما؟ چرا قافله سالار میگم؟ قافله سالار کی؟ چند تا شاعر؟ چند تا نویسنده؟ نه هزاران نفره که در پسر شرکت میکنه اونوس. چطور دکتر نجیب در اون کلانیش ای رزت میکرد؟ ای داره اندیشه بود، خودش قوت بود، قدرت بود خودش. یعنی قوت به گفته آقای متعالی در سه تا تقسیم میشه، یا شما ملکیت دارین یا شخصیت دارین یا تشکیل دارین. باختری هر سه داشت، دو تا شنه، یک شنه داشت، دو تا دیش خود داشت، تنها ملکیت نداشت. قربان شما و خیلیم که نمی چیز شب بخیر داری کنیم. قربان تشکر شما دینه منت بازم این تسلیت نیست و یک چیز بگویم که آگه آخره بزنم که امروز ما به تسلیت دویی برای دوگفان آمدیم که جگر کنچیم که مختلف فوت شده. امروز آمدیم که گلگو را نه یک چراغ را یک روشنی را از او یاد بود کنیم و در این روشنی ما قدم های بزنیم. با سپاس فراوان از جناب استاد مسعود ما 35 دقیقه دیرتر آغاز کردیم نشسته و چون زمان ما مشخص است برای گرفتن اتاق به این خاطر و بسته میشه کتابخانه در زمان معین بنان باید نشسته در ساعت معین ختم کنیم.
از دوستایی که صحبت میکنن خواهشمه ای است که وقت در نظر داشته باشن لطفا. در نشست امروز ما جناب اسحاق سنا شاعر زولسانین، شاعری که به فارسی و ازبکی شعر میگن و شخصیت های بسیار نیک شریف جامعه ما در ولکوهر هستن، از سالهای سال دعوت میکنم تشریف بیارن و شعر کنند که به افتخار استاد باختری سرودن بخوانند. عرض سلام و احترام و ادب دارم و شما مهمانان عزیز، دوستان گرامی، استادانی که در جلسه مجلس اشتراک دارن و به یادبود اسطوره ادبیات افغانستان استاد استادان جناب باختری تبیین یافتم. من کم‌گلبرگی باری که به دوش دارم نمیتونم در حضور شما دوستان حرف بزنم، هم از صحبت هایی که طاهر استادا کردن هم آموزنده بود، من هم از آموختم و چون استاد از بسیار وقت میشناختم، چه در اسلام آباد پاکستان تشریف داشتن، چه در وقتی که مزاجر شدن آمدن به امریکا در پشاور بودن، ما بارها پیششان میرفتم، حتی در خانه هم به دیدنشان میرفتم، از صحبتشان فیض میبردم. جناب باختری صاحب روزا شده که در خانه ما امراه سهرابی صاحب تشریف می آوردن، ما صحبتشان بره می بردیم و صحبتشان استفاده می کردیم. از جمله خاطراتشان تا حالی که با گوش من موجود است و مشنام، روزی از روزها به منزل من تشریف آوردن، ارجمندی من اینجا تنینجا سمه هست، از استادی خواهش کرد که استاد محترم چه میشه که شما با ما مثنوی تدریس بکنید، مثنوی معنوی مولوی را. حضرت استاد فرمودن نام مولوی را نگی و نام کتاب مولوی را که شما باز نکن. بخاطر چی؟ بخاطر از این که هرگاه ما مثنوی معنوی مولوی را شروع بکنم و در میگیرم. یه گپ ایست که امروز ما در گوشم هست. و مطلب دیگی که ما در گوش خود دارم این است که استاد بزرگوار در یکی از مجموعه های شعری من که به نام ناله های شب مسماست و جناب ناصر هوتکی کتابی در ارتباط نشر کردن، به گمان ما غلط نکنم در صفحه 580 امو کتاب موجود است که استاد بزرگوار استاد محترم با او کتاب مقدمه نشد و او مقدمه را با اون کتاب من را خود دارم و تا که زنده هستم به شکل یادگار به شکل توفی از استاد بزرگوار با خود خواهد داشتم و وقتی که وفات کردم این را نسل به فرزندهای خود خواهد کردم که تا که شما هستیم این کتاب که شما موجود باشد. من پیش دوستایی که جا تشریف دارم و استادایی که هستن نه خود شاعر می دارم نه خود نویسه نمیدانم، من حیث ارادت، من حیث از این که استاد ما بودن و من حیث یک شاگردشان، من حیث شاگردشان یک سرودی در ساختیم دور من و شما میخواد. عشق در رسای سخنور نامی استاد باختری مجموعه خوبی ها، شعر و سرود و چامه دستان و گریه شد، در سوگ دهل دانش و عرفان و گریه شد، تنها نباغ و گلشن و قمری و اندلیم گلگنچه های نورس بستان و گریه شد، ای واصفه به تاج سخن در تابناک از ریلت تو بلخ و خراسان بگریه شد، وقت خبر ز رفتن و خاموشیت شنید در سینه مرغ دل وسط افغان بگریه شد، ای شهسوار و شعر و سرود و ترانه ها از دممان مطرب خوشخان بگریه شد، ام البلاد از دم تو، ام البلاد از دم هجر تو خون گریست، کابل کشید و آه و بدخشان بگریه شد،
رفتی و کهکشان سخن به ستاره شد، از ماتم تو گنبد گردان به گریه شد. رخساره سخن زمداد تو غازه یافت، پژمرده بی تو دفتر و دیوان به گریه شد. یاد تو جاودان و روان تو شاد باد، یاد تو جاودان و روان تو شاد باد، از رفتن سنای پریشان به گریه شد. از رفتن سنای پریشان. بسیار زیاد تشکر جناب استاد. من از صحبت‌های بین صحبت خود می‌گذرم به خاطر وقت، اما از گفتن یک گفت خود یک نوع ناگزیر می‌بینم، یک چیز دل مثل با شلشل می‌کنم که بگویم. برحال در صحبت‌های اول خود گفتم که همه رفتنی هستیم، اما احتمالاً در نوع یا نحوه رفتن ما تفاوت وجود دارم. چیزی که بسیار دردانگیز است و این درد رفتن استاد باختری در دل خود من تازه کرده و امروز هم که میجا میبینم دوستایی که تشریف دارن، شخصیت های بسیار والای فرهنگی و اکادمیک ما را میبینم که امروز در افغانستان باید میبودن و خدمت بکنن با مردم خود و در اونجا در جایگاه اصلی والای خودشان میبودن، امروز در اینجا هستن. این رفتن ها متاسفانه یک ریشه بسیار عجیب تاریخی داره که من نمی‌چند روز سرش فکر میکنم. یک زخم بازی است که گویا در مسیر تاریخ در سینه ما آمده است. شما ببینید که مولانا مثلا از بلخ میره در قونیه، از بین میره. استاد خلیلی چندین صد سال بعدش در پشاور میره، از بین. استاد باختری ما مثلا در امریکا از بین میره و کسای دیگه شامونه مطور. و اگر هر چی پیشتر بریم مثلا سرنوشت سنایی رو ببینید که بعد از سرخ چطور میره در غزنه، باز روشنشین میشه در غربت و در کمال فقر میمونه با همه نامونشانش که حتی مولانا خودش آگرد از او میگیره. ببینید مثلا که نام ها صدها نام است، صدها نام از درسای مختلف فرهنگ ادب علم که هیچ جای نیافتن. سید جمال الدین میبینیم که مثلا از کجا میخیزه، در کجا بالاخره میمونه، بالاخره پیکرش چه رقمیه، چی شده ای رفتن آره، ای زخمی که همیشه در سینه است، چرا ای زخم همیشه باز از در سینه ای ما مردم و همیشه از این رنج برده ما. متاسفانه تکرار در تکرار آمده در آمد. به هر حال از جناب استاد سمیم دعوت میکنم شد نقصومت خود از آن. نحمده و نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان گرامی، خانواده محترم استاد بزرگوار، شخصیت فرهنگی کشور ما جناب مرجع جان باختری و جناب اوتکسه، دوستداران و علاقمندان استاد گرانارچ جناب باختری سه، السلام علیکم. ما چون بعد استاد و استاد دفعه اول است که جناب اوتکی سه و ملیجا جانا میبینم، با پرمانی سه بم گفتم که حداقل میرم یک عرض تسلیت میکنم، عرض تسلیت میکنم. ولی زمانی که استاد یک خط قرمز کشید، مرا حرفی که در جلال آباد بسیار عام است، یک زیارت است به نام دولکی بابا. مردم محل به او بسیار زیاد اعتقاد دارند، تقریبا او را برابر خدا ارزش میدن. یک کسی از این محل، از مردمی که با زیارت اعتقاد داشتن، پرسان کرده بود که خدا را دوست داری یا دولکی ببارد. او بیچاره چپ شده بود، گفت خداوند شما را در واقعیت ما قرار بده، اگر بگویم که خدا را دوست داری دولکی بابا خفه میشه. اگر بگویم من از تسلیت دیر میشه استاد، ولی در این غم با شریک هستیم. استاد
مربوط خانواده شما نیستند، استاد بزرگوار مربوط خانواده بزرگ فرهنگی افغانستان است. قسمه که دوستان صحبت کردن، استاد از آوان جوانی خود صدای حق و عدالت بلند کرده و صدای عدالت خواهی را به زبان شعر، زبانی که متعلم صنف 11 بود، آغاز کرده و در حلقات جوانان و روشنفکران افغانستان فعالانه مبارزه کرده، تلاش کرده و تا آخر عمر بیرق آزادی، بیرق انسان دوستی، بیرق محبت بالای شانه های خود انتقال داده و حمل کرده. ما من حیث یکی از شاگردای استاد خوشبختی را داشتم، اگر دقیق فراموش نکرده باشم، در سال 1363 زمانی که من عضویت انجمن شاعران و نویسندگان جوان افغانستان را داشتم و استاد در اتحادیه نویسندگان افغانستان مصروف خدمت بود، در یک کنفرانس شعرا و نویسندگان جوان افغانستان، یک کنفرانس دروزه بود، ما حضوری استاد از نزدیک دیدم و در روز دوم کنفرانس صحبت‌های اختصاصی صورت گرفت که بخش شعر بود و در بخش شعر من رفتم و استاد در بخش شعر تجارب شعری خود با ما شریک می‌ساخت. چیزی که ما از استاد مختم، متانت از او، صداقت از او و طرز ادای کلمات، شیوه بیان و آزادمنشی و تواضع و برلاوه همه چیز، یک جوهر خاص در صحبت‌های استاد موجود بود که انسان مجذوب می‌ساخت که با او گوش بگیره و از او بشنود. باور کنید تقریبا در او مجلس ما یک روز مجلس داشتیم، 6 ساعت استادای متعددی بودند، اما زمانی که استاد صحبت کرد ما در زیر تاثیر قرار گرفتم، میگفتم کاشکه استاد از صبح تا دیگر صحبت میکرد. استاد یک درخت پرباری بود که متاسفانه زود خشکید و استاد یک غنیمت بزرگ کشور ما بود که زندگی را با بسیار مشکلات و دشواری ها گذشتان، کاشکی چنین نمیشد. ما مثل همه شما، نیم مدل ما در افغانستان است. زمانی که صبح میخیزم اولین کاری که میکنم چون شب تلفون خود را سایلنت میگذارم، صبح وقتی از خواب بیدار میشد اولین کاری که میکنم سلفون رو روشن میکنم که ببینم چه خبری از خانواده، از دوستان، از فامیلا. دیدم که یک پیامی را از دوست عزیز ما، همکار بسیار گرامی ما، از آقای پرتو نادری را خواندم، در صفحه فیسبوک گذاشتم. استاد قصه کرده بود از الماس کوهینور. گفت زمانی که الماس کوهینور به دست چپاولگران هندی رسید، او یک خانواده بسیار غریب هندی او را کمایی کرد و بچه های کوچک او خانواده با او الماس ساتیری میکنند و این خانواده با اندازه فقیر است که چیزی خوردن نداره برای چاشت و شب خود، اما اولادش با الماس ساتیری میکنند و این خانواده هم خوشحال است که بچهش مصروف این ساتیری است. استاد نادری گفته بود که ما اشخاص مثل استاد باختری، الماس های مثل باختری داشتیم و داریم، متاسفانه مقدرش را نمیدانیم. کاش که چنین الماس ها را در زندگی قدرش بدانیم. چ
چون وقت بسیار قید است. ما روح استاد شاد میخوایم و خاطراتشان جاودان و همیشه. تشکر. استاد سید شریف حسینی از مهندسین بسیار نامدار افغانستان هستند. ساختمان بلند منزل لیلی خوشتین فکر میکنم خوشتین ساختمان بلند منزل کوکتلام یکی از طرح‌هایش استاد حسینی هستند. در طرح و دیزاین ساختمان سری سنترال سهم داشتن در جمله تیم مهندسین اعمار از او بودن و ضمناً ساختمان پارلمان افغانستان با مهندسین هندی طراحی کردن در جمع حضور دارند. گفتن چند دقیقه درباره استاد باختری صحبت میکنند. بفرمایید جناب استاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باید معذرت که اول باید بگم من یک انجینر هستم، لیکن اشعار شعرهای بزرگ خود دوست دارم و همیشه زمزمه میکنم و لذت میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. حضار گرانقدر محفل باشکو، السلام علیکم. افتخار دارم که با شما بزرگان و معززین در این محفل یادبود باختری بزرگ رحمت الله علیه حضور دارم. زنده یاد واصف‌شاه باختری، ستاره تابناک شعر و ادب و ادب دریست. من شخصا نمیتوانم جایگاه و مقام ادبی این والاگوهر را توجیه دهم. به جرفای این بیت از غزل زنده یاد باختری بزرگ توجه شما را معطوف میدارم. ای سیل بر این مشت خس و خار چی خندی؟ ما این که راه تو گشودیم و گذشتیم. از آنجایی که تعداد زیاد بزرگان این مجلس باشکوه بیانات خواهند داشت، من دو بیت از حضرت مولانا و یک بیت از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی که من با آن باور کامل دارم به خوانش میگیرم. شعر حضرت مولانا: مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روز قفس ساختن از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر و کویش پر و بال بزنم. استاد ما استاد خلیل الله خلیلی زنده یاد بسیار مقبول میفرماید: مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جوست. نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ چون استاد ما که واقعا به شما بسیار احترام قائل هستم، گفته شما خط قرمز کشیدن، من از تسلیت سرگذشت میکنم و سفیر سر به جنابشان از خدا خوش آمدید میگم که در این محفل ما هستن و با همه دوستان و علاقمندان استاد باختری سلام و احترام تقدیم است. با مانش طبیعت سخنرانی دیگه داریم و باش میرسیم به سخنرانی پایانی محفل ها. بعد از او وسطه که در نظر گرفته به صرفت و دعوتان میکنم. دکتر صاحب شعر عجیب سخنانی دارند که صحبت میکنند. دوستان محترم، خانم ها، آقایان، درود بر شما. تبجیل و بزرگداشت از شخصیت والای استاد باختری
بدون شک یک وام بود مگر در ما ولی ها و با درد و دریغ که ما ای وام در زمانی که ایشان زنده بودن نتونستیم به ایشان بپردازیم و بازم جای درد و دریغ است که ای وام امروز در مقابل دو قلب شکسته و غمگین از نبود فیزیکی استاد باختری که اینجا نشستن به حساب قلب‌های نازنین از اینا ما واریز میکنیم. به هر حال هرچند استاد باختری شخصیت نامیرا او چی در ترنم آهنگین شعرهایش چی در کوچه ها و پس کوچه های اندیشه هایش چی در لابلای برگستان ده ها اثر آفرینشیش جاودانه جاری خواهد بود، اما بازم نبودشان جای تسلیت و تأسف داره که من اینجا از جانب خود و از جانب خانواده خود و فرزند ارشدشان و فرزند خانده ارشدشان این تسلیت را عرض میکنم. البته این من میدانم و شما هم میدانید که من در سخن زدن راجع به باختری بسیار کم بضاعت هستم، اما آنچه که مروا داشت که اینجا بیای مقابل شما استاد شما علایق شخصی و دلبستگی به یکی از ابعاد به یک دوری از ابعاد آفرینش های بزرگ استاد باختری که او شعر و زبان فارسی است مروا داشت که اینجا به ایستم. البته ما به خاطر از اینکه در باره استاد باختری چیزی بگویم دست به دامان کسایی شدم که اونا تخصص دارن در این زمینه ها و میدونن صاحب نظر باشن. من مقاله بسیار جالب را یافتم از دکتر مجاور احمد زیار شاعر زبان پشتو که به فارسی هم شعر گفته و همچنان زبانشناس برجسته افغانستان که فعلا در لندن زندگی میکنه، ایشان یک مقاله درباره توانایی های استاد باختری در بکارگیری زبان فارسی و نوآوری هایشان نوشته بودن در زمانی که استاد باختری حیات داشتن و عنوان از این مقاله هم باختری با بکارگیری زبان نیرومند شعرش را بر چکاد آفتاب نشانید عنوانش است. البته دکتر زیاد توانایی های استاد باختری را در بهره‌گیری از پتانسیل زایشی زبان فارسی برای استفاده از ترکیب و جابجایی واژه ها برمی شماره. او مقاله بسیار مقاله مفصلی هست، من چند نکتهش به طور خلاصه مد نظر گرفته بودم، اما ناگزیر هستم که حتی امورم کوتاه‌تر بسازم. استاد زیار عقیده داره که البته یک چیز را که بسیار از یک خصوصیت ویژه استاد باختری میدانه کوتاه‌گویی و اعتراض از طوالت و حش و زواید از که در شعر باختری و در نثرش دیده میشه. همچنان استاد زیار عقیده داره که استاد باختری از چهار نوع عمده واژگانی با قدرت و مهارت حیرت انگیز در اشعارش بهره برده است، از واژه های گویشی یا دیالکتیزم، از واژه های قدیمی آرکائیزم، از واژه های بازساخته یا نیولوجیزم و از واژه های قرضی که از زبان های دیگه گرفته میشه یا فارینرزم بهره گرفته و نتیجه گیری میکنن که این گونه به کارگیری زبان فقط نماینگر تسلط بی پایان استاد باختری بر یک زبان نیرومند و گسترده بوده.
از نظر ساختاری جملات هم استاد زیار برشمرده که استاد باختری به گونه های مختلفی مثلا در جملات بسیار ساده استفاده کرده، مثلا حرف های واژه مرگ سه نقطه داره، یک جمله بسیار ساده است، تا جملاتی که بسیار در عین زمان که گسترده هستند ساده هستند و یک جمله است کمی گستردگی هم داره، و تا جملات استفاده کرده که بعضا از سه جمله ترکیب شده، مثلا افقتار است و شبتار است و رهتار است و ناهموار. ضمناً یادآوری میکنند که حتی بعضا به جمله های پیچیده تری نیست در شعر باختری برمیخوریم که از نگاه دستوری و ارتباط تقدم و تأخر و گزاره و تولی و ترتیب اجزای دیگر جمله درست نمی‌آید، ولی از نگاه بدیهی زیبایی های کم مانند را به وجود آوردند. مثلا این جمله مرکب که در عین حال از شش جمله اصلی و فرعی توأم با قید و متلمه های گوناگون ساخته شده، به این توجه کنیم: چشم در رحم که روز یا شب زندگی، خط آتشین ولیک تا کران بیکران، موازی خط سیاه سرنوشت من. ناگهان قدم نهد در آستان خانه ام، گویمش بیا که ما دیر شد، که از شراب خانگی لبی تر نکرده ایم. دوست کامی من و تو جاودانه. البته ما پسنده میکنم به دیگه باید به خاطر کمی وقت و در آخر فقط از زبان استاد برتر منظوری میگم که درود بر تو ای تک درخت پیر، ای تک درخت پیر جدا مانده از آن جنگل انبوه، درود بر تو ای سنگ جدا شده از کوه، درود بر تو ای کوه ای باغ دری. دکتر سبجیر، قابل یادآوری است که دکتر سبجیر و دکتر سبسیدگان در ترتیب و تهیه برگزاری محفل سهم بسیار بزرگ داشتن و زحمت زیاد کشیدن، و همچنان سنجر سهیل که هم نقش بسیار زیاد در تدبیر از این محفل داشتن. متاسفانه به خاطر از اینکه دخترکشان دوچار یک حادثه شد، پای شکست و گب به شفاخانه و اینا رسید و بالاخره سیخ به شفاخانه که پایش تیر کردن اینا، نتانست امروز حاضر شوه. میدونا جان خانمشان، من دعا میکنم که خدا هستی دخترکشان شفا بتن، اونام نتانستن حاضر شوه. اما قابل یادآوری است که در برگزاری از این نشست سهم داشتن. قبل از اینکه من از منیجه جان دعوت بکنم، جناب استاد سید مسعود بدخش میخواین یک پیام تسلیت به منیجه جان و خانواده جناب استاد داشته باشن، بعد از او ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای درون بروری برون آرای، ای خرد بخش بی خرد بخشای، کفر و دین اردو در رحب بویان، وحد بودا و شریک لح بویان. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول کریم و علی آله و اصحاب اجمعین، انا لله و انا الیه راجعون. ما به نمایندگی از کمیته دینی امور مسجد عمر بن خطاب که یکانه مسجد افغانها در سطح بردش کلومبیا هست و من مسئولیت کمیته دینی زیر دارم، اینجا هم به نمایندگی از مسجد آمدیم، هم به عنوان یکی از کسانی که حلبن با استاد دانشمند شاعر، حتی ما میتونم نه تنها کم نظیر و بی نظیر استاد باختری ادای احترام بکنم. خداوند روح استاد را شاد داشته باشد. استاد جناب انجیاسی از ما تقاضا کرد که صحبت بکن، من در برنامه نبودم، من افتادم صحبت ندارم،
دفتن به یادم آمد که ما خواهد مسئولیت در کمیته مسجد دارم. ما باید وظیفه خود انجام بدم که مورد مواخذه دوستان در کمیته مسجد قرار نگیرم. بنده به عنوان دوستار دتا شعر و زبان و ادب به عنوان دوستار شخص استاد باختری، ما یار گرمابا و گلستان استاد باختری نبودم. زیاد هشت و نشتم نداشتم، ولی شاید بیشتر از 10 بار با ایشان ملاقات کردم در افغانستان. زمانی که من در دانشگاه کابل استاد بودم، به یک مدت مسئولیت امور دانشگاهی را در سطح معاون تعلیم و تربیت دانشگاه داشتم و رئیس یک فاکولته که بودم. برحال ما امروز خواستم که اما کارهایی که ما به عنوان یک دوست استاد انجام دادیم، ما وظیفه خود انجام دادم. در حدود نیم ساعت در یکی تلویزیون ها که صحبت داد جناب انجیرسه شنیدن آقای پروانی، اما چیزی که وظیفه به دوش ما بود به عنوان یک دوست استاد ما انجام دادیم، صحبت خود کردیم در مسجد و در روز عاشورا که در این ونکوور جمعاً بیش از 200 نفر درخت استاد دعا کردیم و تسلیت خود به خانوادهشان انشاءالله امروز به نمایندگی از مسجد برسانم. ما خدمت بانو مدیجه گرامی، دامادشان آقای هوتک و تمام دوستداران زبان گران ارج فارسی دری، و معنی زی نیست که دیگه زبان ها را ما خدای مخصوصا مشکل داشته باشیم، اما چون این استاد زبان ادب فارسی است که امروز از ایدئال رفت بربسته، تسلیت خود خدمت منیجه جان، تمام فرزندان، خانواده، دوستداران زبان ادب و هر زبانی که هستند، ازبکی، بلوچی، نورستانی، پشتو، هر زبانی که هست تقدیم میکنم. ما زیاد گفت نمیزنم، فقط ما خوشحال هستم استاد مسعود را امروز اینجا دیدم، گرچه با سخنانشان موافق نیستم، اما جاش نیست، انشاءالله باز با اونا صحبت میکنم. در آخر دعا میکنم که خداوند استاد را بیامرزه و خداوند دوستدارانشان را دراز عمر نصیب بکنه. این درخت کشند شاخ زبان ادب فارسی بود، از متاسفم را رهلت فرمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا نگهدار بشه. جناب استاد بدخش سپاسگزاری میکنیم. قرار بود ما اثر تازه بانو منیژه باختری را سرش فکر میکردیم که رونمایی بکنیم، کتاب جدیدشانه در ونکوور، اما حادثه تلخ رخ داد و نشد و به این رسید. خوشحال هستیم که ایشان حضور دارند، در جمع ما هستند. ما بانوان سخنران آخر از این نشست از ایشان دعوت میکنم تشریف بیارن. خانم منیژه باختری دیپلمات، نویسنده، شاعر، خلاصه از محضر استاد پدر بزرگوارشان برها دارند. خوشحال هستیم که هستند و نام استاد زنده نگاه میکنند. زنده باشند و پویا. مفرد شما. به نام خداوند آزادی و عدالت، دوستان فریفته، بانوان و آقایان، سلام و حرمت خدمت شما تقدیم می کنم. در آغاز اجازه بدهیم که از نهاد درخت دانش، روزنامه هشت صبح، نهاد میراث‌های فرهنگی افغانستان و دوستان چون دکتر سپهجیر، دکتر سپسعید جان و سایر دوستان که اینجا تشریف دارن و در برگزاری برنامه سهم داشتن صمیمانه سپاسگزاری کنم. از حضور و تشریف آوری تمام دوستان و علاقمندان شعر و ادب استاد باختری همچنان سپاسگزاری می کنم و سپاسگزار همه سخنرانان گرامی هستم که به گوشه های مختلف زندگی استاد باختری پرداختن. بدون شک استاد باختری متعلق به مردم افغانستان هستند و یک ملت سوگوارشان است و ابراز مهر و محبت از سوی هموطنان عزیز در سه هفته اخیر بازتابگر سوگ جمعی مردم ما بود. به نمایندگی از خانواده استاد باختری از همه تشکر و
سپاسگزاری میکنم و خوشحال هستم که از کارنامه ادبی، شخصیت و کنش و منش استاد باختری به این شکل گسترده تبجیل و گرامیداش صورت میگیرم. اگر اجازه بدین من از روی سطر میخوانم به دلیلی که خیلی آشفته ذهن و آشفته حال هستم. برای من صحبت در مورد استاد باختری از چند جهت دشوار است. گپ نخست این است که من به شدت سوگوارم و اندوه نبود ایشان در قلب و زندگی من خلای عمیقی ایجاد کرده است و این اندوه روز تا روز عمیق و ناسور می شود. احساس می کنم که بخش معنادار وجودم ازم جدا شده است. در واقع من از کودکی رابطه خیلی نزدیکی با بابا جان خود استاد باختری بزرگ داشتم. با ایشان به برنامه های ادبی و مهمانی های دوستان می رفتم. کتاب‌هایش را کنار دستش قرار می‌دادم و از او شیفتگی به ادبیات و برابری را می‌آموختم و این پیوند عمیق هر روز تناور و گشنتر می‌گردید. و با اینکه در سالیان پسین نسبت جبر روزگار و مهاجرت‌های ناخواسته در سرزمین‌های دوری از هم زندگی می‌کردیم و امکان دیدار هر لحظه من فراهم نبود، اما این دوری هیچگاه سبب فاصله و کمرنگ شدن آن پیوند جانانه نگردید و من ستایشگر و مرید همیشگیشان باقی میمانم. جهت دیگر قضیه این است که صحبت در مورد شعر و کارنامه ادبی استاد برای من که ابجدخوان ادبیاتم آسانیاب نیست. هر باری که شعرشان را میخوانم سوهای رنگین و درخشان تازه کشف میکنم و در شگفتی میمانم که چگونه یک شعر ممکن است هر بار افقهای روشن و تازه بگشاید. چگونه ممکن است که واژه های استاد باختری دنیای به این گستردگی بیافریند. چگونه ممکن است تاریخ، فلسفه و جهانبینی ناب و خشم و اعتراض را در یک شعر با چنان هنرمندی بافت و گریزد. دنیای ایجاب برانگیز شعرهای او بیمانند هستند. من که از کودکی خواننده شعر و نوشته های استاد بودم می توانم ساعتها در این مورد از زن خود گپ بزنم، اما در این روزها دوستان از من بیشتر توقع دارند تا خاطراتی از استاد را نقل کنم، زوایای از زندگی ایشان را که ناشناخته ماندن آشکار کنم یا پرده از راز خاموشی طولانی استاد باختری بردارم. ممکن است؟ من فکر میکنم برای سوگوار پر از اندوه چون من به این زودی آسان نخواهد بود تا سخن بگویم. از جانب دیگر آیا اجازه دارم چیزهای را، نکته های را که استاد هم در جوانی و هم در پیرانسری دوست نداشتن بیان کنم از دریچه نگاه خود بیان کنم؟ من هنوز با افکار و احساسات متناقض خود آشتی نکردم و فکر میکنم که نیاز به زمان دارم. زخمهای ما نیاز به مرهم دارند تا از سر غصه بگذرم. میدانم درک میکنید. دوستان قدیم و ندیم و علاقمندان استاد باختری همواره از من تقاضا کردند تا پای صحبت استاد بنشینم و آنچه را میگویند ثبت کنم. پرسش های زیاد مطرح کردند. خبرنگاران و رسانه ها دوست داشتند تا گفتگو و گزارش در مورد زندگیشان داشته باشند. از خبرنگاران خبره در حوزه ادبیات تا کسانی که تازه الفبای خبرنگاری را تلمس می کردند درخواست گفتگو داشتند. اما استاد به ویژه در 20 سال پسین عمر خود خاموشی و انزوای خودخواسته را برگزیدند و کسی را در حریم خصوصی خود و در سپهر خیالات خود راه ندادند. ما بارها به کمکاری و بیتفاوتی متهم شدیم، اما شرنگ تلخ کنایه ها را با آرامی سر کشیدیم. کسی باور نمی کرد که استاد باختری دیگر حاضر نیست که حرفی در مورد گذشته بگوید یا شعر بسراید. او تنها می خواند بدون اینکه یار ندیم خود قلم را در آغوش دستانش بگیرد و باز هم جادویی ناممکن بیافریند. من سالها پیش می خواستم که یک گفتگوی طولانی با استاد باختری داشته باشم. در یکی از سفرهایم به شهرشان در این مورد صحبت کردیم. این خواست مرا با خوشرویی پذیرفتند و گفتند نام این گفتگو را هم 101 پرسش و پاسخ
میان پدر و دختر میگذاریم. من پرسش ها را برایشان سپردم، اما به دلیل بیماری، افسردگی و دلایل دیگر این گفتگو صورت نگرفت. استاد خاموش ماند و من به خاموشی و انزوای خودخواسته و حرمت فراوان گذاشتم. و از جانب دیگر می دانم که چیز فهمان معنای سکوت سالار شعر را می دانند. آخر چگونه ممکن است ملال، خشم و اعتراض او را ندید؟ در واقع سکوت استاد باختری شعر بزرگ تاریخ پر از رنج افغانستان باقی خواهد ماند. استاد باختری روح اساس و خیال نازک و اندیشه بزرگ انسانی داشت. عشق دیباج جانش بود، مهر چپن بود که در بر می کشید. گفتار نیک عطر دلاویز لباسهایش بود و کردار نیک افسر درخشانش. رخش افکار او تیز پا و رستم اندیشهش، ستبر و خوشبر و روان پر عاطفهش سپه بود بلند بالای میدان زندگی بود. آدمی چنین را نمیتوان در چارچوب ها گنجاند و وابسته ایدئولوژی ها کرد. استاد باختری که تنها چند سال کوتاه به سیاست پرداخته بود، زود دامن خود را از قطار خالی سیاست برچید و در گستره پهناور ادبیات و هنر خانه کرد و یک عمر بدون اینکه شکایت کند یا با واژه دل دوست و یا نادوست را بیازارد، شوکران تلخ کنایه و طعنه ها را نوشید و دم بر نزد و گفته خودش: چه ها که بر سر این تک درخت پیر گذشت، ولی جنگل انبو را زیاد نبرد. به فتح نامه خورشید کاغذین خندید، چراغ گوشه اندو را زیاد نبرد. نشست عمر در استوای برگ و تگرگ، شکیب صخره نستو را زیاد نبرد. و استواری آن سنگ آفرین بادا که آبگینه شد و کو را زیاد نبرد. او که بیشتر از برگ‌های جهان سنگ در فلاخن نفرین داشت، نفرت و کینجویی را رام کرده بود و حتی گاه بار نیز از آن فلاخن نفرین سنگ پرتاب نکرد و با همه اندوه، خشم و اعتراض خود چون کوه استوار نشست. استاد باختری خلاف ادعاهای فراوان ادعی هرگز از بنیانگذاران هیچ سازمانی نبودم. او به دلیل افکار عدالت خواهانه و برابری طلبانه و گرایش های چپی به این جمع پیوسته بود، اما به دلیل توانمندی های بی‌نظیر شخصیتی و سخن پردازی با عنوان یکی از بزرگان این جمع پنداشته می شد. استاد تا پایان عمر دوستان آن دوره کوتاه زندگیش را که در جریان سالهای ستم و اختناق از دست داده بود پاس می داشت و تا آخرین ماهای زندگیش به یادشان عشق می ریخت. اما این پاسداری از دوستی بود، نه عشق بر پیشگاه سیاست. و من کیفر دهن این کاهنان الکن از آن رو که شعر سرخ در شام کبودی گفته بودم من. کسوف بود بر اورنگ و در تبعید خورشیدی برای بازگشت او سرودی گفته بودم. مرا ای باغبان چون هیزم آتش زن، اگر روزی به سالار تبرداران درودی گفته بودم من. استاد باختری هیچگاه در انتخاب و روش زندگی سیاسی و اجتماعی من و سایر فرزندانش مداخله نکرده است. من خود خودمم و مسئولیت کردار و منش اجتماعی خود را دارم. بوته ضعیفی که در کنار آن درخت تناور تقلای بودن و شدن را داشته است. امیدوارم روزی بتوانم نوشته های درخوری در مورد ابعاد گوناگون زندگی استاد باختری داشته باشم. من پاسدار و سرباز و خدمتگار او هستم و چنین خواهد ماند. یاد او مانا است و آفتاب نمی میرد. تشکر منیله جان. اجازه بدین یک بار دیگه از طرف مرکز فرهنگی اکادمی درخت دانش اشت صبح و همچنان میراث‌های فرهنگی افغانستان در بی سی
صمیمانه و خالصانه از حضور هر یک از شما بزرگواران راز سپاس و امتنان بکنم. از جای دور از ونکوور شمالی از ونکوور غربی دوستان تشریف آوردن بزرگوارا، با وجود رای دور، با وجود ترافیک سنگین در این نشست حضور پیدا کردن که سپاسگزار هستیم. از طرف منیجر جان و استاد و تکی و خانواده استاد باختری هم تشکر می کنم.